در حال حاضر یکی از گرمیش اینه که حداقل جوونا پاشن بیان جلو. حالا ما از سن بالاترا چنین جسارتی رو نخواهیم کرد، حداقل از جوون ها که لطف کردن اومدن به خاطر امام حسین، هرچی میتونن بیان جلوتر و استادای ما، بزرگوارای ما، ریش سفیدای ما، حتی اونایی که رنگ کردن، اونا بشینن، هیچ مشکلی نداره. انشاءالله که خدا از همه قبول کنه. حالا در ادامه خواهم، انشاءالله مجلس ما مجلس حسینی بشه و مورد توجه آقا امام زمان قرار بگیره. یه صلواتی خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه ای ماه مهران
عذاب شده. ای ماه مهرات فرمان عذاب شده، اوضاع آسمان و زمین سخت در هم است. یک عمر نور گریه به جان شما کم است، هر جا که هیتیست به پا کعبه دل است. آقا جان رخصت بده ظهور شما را طلب کنیم. شب اول مجلسی آقا جان اومدیم به شما تسلیت بگیم. آقا هر جا روزه آقا حسین باشه شما هم هستی. آقا رخصت بده ظهور شما را طلب کنیم. از آن کسی که اشرف اولاد آدم است چی میخوای؟ یک کربلا نصیب دل تنگ من کنی، یک کربلا نصیب دل تنگ من کنی. آقا جان آخه خیلی دلمون میخواد یه محرمی کربلا باشیم. آقا این عمری که برامون در نظر گرفتی برامون بنویسه میشم، یه تاسو شورایی کربلا باشیم حسین. حسین بگیم کنار شما بر حسین گریه کنیم. آقای من یک کربلا نصیب دل تنگ من کنید. این آرزوی سینه زنای دو عالم است. یا ابن حسن، یا ابن حسن، هر چی ارادت داری، یا ابن بساط عشق هر کس زحمتش بالاتر است. پیش زهرا مادرش شخصیتش بالاتر است. هر که محض احترامت معصیت کم تر کنن روزی عشق میان هیئتش بالاتر است. احترام پیرها هرچند بر ما واجب است، احترام پیرها هرچند بر ما واجب است، پیر پای پرچم تو حرمتش بالاتر است. چقدر پیر غلام ها احترام میذارند؟ یا یه پیری که نباشه در خونه هست اون چه احترامی تو محل دارم؟ پیر غلام ها و هیئتی ها. آقا جان قول دادی روز محشر لنگ نزاری مرا، ساکن بیت الحسین
امنیتش بالاتر است. آقا جان خیمه تو جای کبر و کینه و منصب که نیست، هر که خاکی تر آمد عزتش بالاتر است. نقصای هر نمازش زود کامل می شود، نقصای هر نمازش زود کامل می شود، هر که انس سجدش روی تربتش بالاتر است. حسین آرام جانت، حسین کجا و از کربلا گفتم کجا. انشالله اول به خودمون میدیم، همه باید اینطور باشیم، شور رو در کنار شعور داشته باشیم، این اول بدونیم کجا اومدیم. فقط نگید بریم اینجا سیمه ای بزنید مراسم بدونیم چه مرکز چه عظمتی را بدید. کربلا رفتن کجا و از کربلا گفتن کجا، دیدن شش گوشت از گفتنش بالاتر است، گریه در هیئت تفاوت می کند با هر کجا، عشق دست جمعی باشد قیمتش بالاتر است، دست جمعی باشد قیمتش بالاتر است. شب اول محرم کلیدی که باز میشه با نام مسلم ابن عقیل باز میشه، همه جا شب اول محرم در خونه مسلم ابن عقیل میرن. حالا اینجا که قسمت نبود، شب اول مجلس ما هم از در خونه مسلم آغاز کنیم، بگیریم روزی عشقمونو، التماس کنیم به چشمامون برا حسین گریه کنه، نشه معرف بیاد و بره، عشقمون همینطور خوش باشه، بخوایم التماس کنیم شب جامعه است. بذار اینو اول کار برات بگم، دلت آماده بشه، سه نفر تو این راه کربلا ایامی که گذشت سه نفر شرمنده شدن، سه نفر خودمونی مختل اینطور نمشتیم خجالت زده شدن، یک نفری که اول شرمنده شد مسلم ابن عقیل بود، هی دست به دست میزد، هی میگو حسین نیا کوفه،
ای سر به دیوار میزن میگفت بشکن این دستم حسین، خودم برام نوشتم بیا. اما حالا میبینم کوفیان چی کار میکنن، حسین میدونم بازن و بچه داره میای، حسین کوفه نیا. خیلی شرمنده شد مسلم، یه نفر دیگه شرمنده شد وقتی آقا حسین اومد بالای سرش روز عاشورا. هر کاری کرد با بازوی بریده پاشه نشد. آخه میخوای بلند شی باید دستت رو زمین بذاری و پاشی. آقا اول بدر کاری کرد ای بازوی بریده رو به زمین میکوبید جلو مولاش بلند شده شد. صدا زد و زنجان ببخش منو نمیتونم بود باشم، فقط یه سفارش روزش و فردا مفصل. حسین جان منو خیمه نبر تا زنده، آخه من از ذکیر خجالت میکشم. بگم سومین نفر رو شب جامعه از افات هممون فیض ببرن انشالله. یکم زرنگ باشی داره نامای باب الحوائج میبرم، خودت میدونی التماس دا. نفر سوم روز عاشورا دیدن حسین قلاغ را زیر عباش قایم کرده، دو قدم میره سمت خیمه یه قدم بر میگرده، نگاه میکنه قاهر زینب مادرش بابام داره از دور نگاه میکنه. لا اله الا الله، تشنگی زخم زبان داغ جوان حد که حرم، از تمام این مسای قربتش بالاتر است. آب مهر مادرش بود و به رویش بزده شد، حجم نیزه آمد و ران گلویش بزده شد. همین دور آجا گفتن خیلی سخته برای بابا، فقط اینو بذار بگم و شروع کنیم التماس دعا. شب اوله اچی ته دلت هست برا خودت بیار به زبونه. آیت الله کوهستانی میگفت خدا آقا علی اکبر خواب نما کرده بود، گفت چرا مردم در خونه مانو نمیزنن، از من چیزی نمیخوان. جوون رو دقت کنند خدا ولی اکبر، گفت من یه اشاره کنم به بابام کافیه، امشب هر کاری داری ولی اکبر قسم بده. خودش گفته چرا در خونه من رو نمیزنید آقا جان، امشب هم این مرد و زن اومدن در خونه شما، از دل تک تکشون با خبری آقا جان. عالمی در خواب دید تمام بدن امام حسین زخمه. سوال کرد آقا جان چه خبر، این زخما به بدن شما چیه؟
کاری از دست ما برمیاد آقا، میگه خدا ما با عبد الله گفت گریه های شما تو مجلس روز مرهمین زخمای ماست، بدون جایگاه بدون حسین چه ذره توجه داره، گریه های شما مرهمین زخمان ماست، میگه رفت روزه گرفت مراسم گرفت 10 روز مراسم عزاداری، بعد از تبسل و گریه و مصیبت دوباره خواب امام رو دید، همه زخمای امام برطرف شده، هی نگاه کرد دید یه زخم رو سینه آواز اون هنوز خوب نشده، صدا زد آقا مگر کوتاهی کردیم همه زخما خوبه، اون زخم رو سینه شما هنوز خوب نشده، گفت نه ممنونم از این مجلس عزاد، زخم سینه من خوب شدنی نیست، زخم سینه من داغ جوان ولی اکبرم، یکی از جاهایی که مقدر نوشت آقا عبدالله بلند بلند گریه کرد، اونم بالای لحش پسر بود، یه سفارشی کردن، آخه میگم وقتی کربلا میری برو اونجا این کارو بکن اون کارو انجام بده اونجا برو، اما قدیمی ها همیشه یه چیزو میگن که من با آجا آن گفتم بعد از اون این ترس خیلی دارم شب جمعه از علی اکبر بخونم، قدیمی ها اینطور میگفتن، گفتن شبای جمعه مخصوصا کربلا هستی با اینکه به همگه این کار رو بکنم، من دو کار رو نکنم، یکیش مربوط به خانوم هاست، میگن خانوم ها خواهش میکنم به خاطر رباب تو حرم امام حسین بچه شیر ندارم، این خواهش از خانوم هاست کربلا رفت که تو حرم بچه شیر ندارم، از آقایون هم اینه که مرحوم سراج اصفهانی خیلی مفصلا اینو تعریف کرده و تاریخ نوشته که گفت شب جمعه روزه علی اکبرم نخونم، خدا آقا عبدالله خواب نما کرده، آخه میگه شبای جمعه مادرم زهرا کنارمه، وقتی از جبون میخونه نشون دیگه یه طوری میشه، اما شب هشتم بذارید ما هم بگیم، حالا اگر حرم بودیم قسمتمون شد نمیگیم،